بعد از اون مرا گفتن که تو برو مزار، برو ایرتان. خواهم رای رفیق قصاص یک جای رفتیم سر. رفتیم در یک تیاره. رفتیم بعد رفیق قصاص مرا گرفته برد سر در فرقی افتاد. در فرقی افتاد بایس عمر مخابره. مومن سر مرا بایس عمر مخابره گرفت قبول کرد. یه فرقی افتاد خود مربوط وزارت دفاع نبود، یه بخش ملیشه بود. ملیشه نبود سه. منظم نرمال فرقه بود سه. در این فرقی افتاد سه. یک دو فرقی امی مومن خودش سرحدی بود. فکر نمی کنم ما چون مربوط سرحدی بود یا مربوط وزارت دفاع. مقصد شما خبر داشتین که فرقه افتاد دو فرقه بود؟ بله، یکی از مارشال دوستم بود. یه و 53 از مارشال دوستم بود. بله قطعه 110 از غفار پالوان بود، قطعه 111 از رسول پالوان بود. یعنی فرقه 18 سابقه وزارت دفاع بود و فرقه افتاد دو فرقه بود سه. کماندان هر دو فرقه همی چیز بود، چی میگد؟ مومن بود. یک فرقه در کابل بود، در دارالامان قرارگاهش بود. یک فرقه دیگه در خود ایرتان بود. مامور مخابره فرقه افتاد بود. باز مرا در قصاد بود در فرقه افتاد به ایسی آمر مخابره و دیگه روزش چیز بود بلام شیر بزگر معاون سیاسی لوای 22 بود. یک وقت بازی را برد بایس معاون سیاسی اموجا. ما وظیفه گرفتم سه به وقتش که باید از خبر داشتم که نان رفت کارمل قطع کرده بود، تلفن سرایش قطع بود، تلفن اوتوماتش قطع بود. من خال معاون مخابره هستم و ای چیزم مومنم اکثرا در کابل میبوسه. باز ما در باغ داوود خان کی بود؟ ابی نزدیک پخمان کی بود؟ بله ها، بله ها، یک فرقه دا بود اونجا. بله با معذرت از کس خوشان کنم اجازه میگیرم برای ما خلق میشه پیش از اینکه شما ادامه بدین. عنایتای راتب زاد در اون زمان کجا بودن؟ او هم در کابل بود سر او وقت. بعدن از رای ایرتان برآمدن؟ آه بله. وقتی که شما در فرقی افت آمر مخابره بودین، ببرک کارمل در اونجا بود؟ آه در کانتینر زندگی میکسه. یک رئیس جمهوری مملکت؟ بله. ما شریفانه سه. ما به خاطر رفق کارمل با وجدان که دل سنگ می بود سه. ما عشق ریختان دیم هم می جه. ما پوشکنده ها شما میگیم سه. و ما بسیار جاد بعضی رفقا را ما در اون وقت انتقاد میکردم سه. ما واقعا یک نفر در دروازه بیرون سه، او هم نفر خاط بود آنجا پیرادا دیگه چیز هم نفر امنیتی هم نداشت سه. ما همونجا رفتم سه لین از فرقه کش کردم. خودم عمر مخابره هستم، عمر مخابره فرقه. لاینه کش کردم از راه پیش چی بگه دوره پل سربازا را گرفته. از پیش دوره پل سربازا را رخصت میکردم، رخصت کردم گفتم برین شما. برای این کس نفهمه که من لاینه تمدید میکنم به کانتینر پیش رفت کارمل. تا اونجا خودم تنها بردیم سبی را نصب کردم. تلفن اوتوماتش هم ابوتر مستقلانه خودم نصب کردم. وقتی که تلیه را که نصب کردم، شما باور میکنید که اونجا چند نفر همسایهشان از روس هایی که در تاسیسات کار میکردن همجا بودن. یا برای من دارو مرا حلقه کردن چی گپ هست؟ من گفتم شما عجب مردم هستید، چی گپ باشه؟ هیچ گپی نیست. تلفون ها گفتم قطع بود، تلفون ها را نصب کردن دیگه، شما چی سوال میکنید؟ گفتم پیش از اینکه ما اینجا بیاییم سه به رجسه اوال کرد به پدرش
دگر جنرال رویشاد باشه، حسین خان، که من یک گشنه هستم. در کندوی مملکت یک نفر گشنه، یک معما است. او کندوی مملکت چرا خم بزرگه؟ بیاد من برای شما چیزایی بگم که ده 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 ایک گنجایش ندارد که آدم چرا خم قبول بکنه. و یک نفر 30 اراده ترکتور میداد پیش روی من میدیدم سب. وقتی که به افسرهای فرقه افتاد و فرقه دوستم، نفرهای دوستم ورقی عرض میکردن، مقدار جنس سب سفید میماندن، چکه سفید بود. امضا را میگرفتن سر بانت موتر در طول را در مسجد، چکه سفید بود که برای مردم میداد. و افسران آشته میکردن، مثلا یک کانتینر کار دارم، کانتینر کلش ساعت 35 است برام کانتینر. او را وقت نشانی کرده، وقت راپور گرفته کماندان اونمون طب ایج سوال نگو امضا میکردن سید. و رفیق کارمال سید بر از او سید نانش قطع کرد. اینال ما با واقعیتش بگیر سیم، وقتی که من میرفتم پیش کارمند سیم، خب مریضم بود، تکلیف داشت، بله. و او چیزم او یه چیز با هم عملیات کرده بود سیم، پروستات. و اونجا محبوب جان امرایشان بودن یا خیر؟ نه بودن، اونا در مسکو بودن. ما وقتی که پیش از اینکه پیش در ایرتان بیم در کابل، زیر چپرکت رفیق بریاله یک خلطگه که خورد ارقه یک چیزی بود با پای زدمش، گفت نکن رفیق شمس، گفت او از رفیق کارمل است، کسی براوه. اونجا معمولا رفت آمد بیشتر چیز میکرد شفیق پلای تودهی دیگه. گفت در کارمال از گفت اول کده، گفت که من گشنه هستم، گفت یه پدرم خبر شده، گفت خانه رو فروخته، گفت به تمام اولادای خود گفت تقسیم کرده، گفت او تقسیم از او رسیده. وقتی گورم برای در کارمال رساندن در ایرتان، بچه هایش از ماسکو صدا کرد امره خانمش که ما یک گشنه هستیم، شما ببینید سه. ما چیز برای سه گفتم خاطرات از یاد آدم نمیره پیش. ما یک روزی از روزا از میدان هوایی آمدیم، پیش از ما رفت قصاص از پشت سرش آمدیم، در بیسیم صدا کرد سر ما که ما گفت نان همسرای دیمی روز نمیخوریم، در کمیته مرکزی نان میخوریم. دو خورد در کمیته مرکزی که همین که دو خورد اونجا رفتیم، اونجا پیسه پل میگرفت سکت همین چیز کمیته مرکزی در نان که میگرفتی. یا که رفتم سه در نوبت یک کسی از جای ما بود بنا جان نام دار، مثلا شریف انسان برای شاد باشه، جان محمد آدم زراعت جز اپارات زراعت کار میکرد کمیته مرکزی، این در نوبت استاد است. ما در سر شانه دست بردم، گفتم جان اجازه بده که کارمال سه نان بگیره. یک دفعه مقصد از این که یک گوشه شد نانه که گرفتن سه، او هم نان گرفت، دانه که گرفت جیوه خود دست کرد که پیسه نیست نداره. دو که طرف قماندان سه رفیق حساس گفت پیسه ما بده ماش یا ما برد میتون. شما باور میکنید سه رفیق حساس که نان پیسه را داد، پیسه از سه ما را داد. باور کنید که یک روز دیدم که رحمت جان سریاور بالا شد در شعبه، گفت خیرت لالا ما برای بعض بشید بگیم همیشت خواهد عمر تیر کردیم. گفت خماندان سیبا می گفتم بلی ها هسته. گفت پیسه نان اگه رفت کارمال داده که برو با خماندان سیب بتیم. خماندان سیب پیسه را گرفت زوف خنده خیست رفت پس پایین شد رفت گل خانه پیش رفت کارمال. فکر کنیم سیب وضعیت فقیب ببرک کارمال بعد از سقوط در ایرتان چی گونه بود؟ شما از نزدیک دیده بودین؟ از نزدیک ما بلان آقا اعتراض رگنسید بعد از 4 بجه معمولا دریشی
در داخل فرقه دریشی میکردم، در اونجا دریشی تبدیل میکردم، ملکی میبرامدم. چرا در کانتینر؟ اونجا خو آزایشگاه وجود داشت، بهترین تعمیرهای بود، بسیار خانه خوب بود. واقعا در اونجا تاسیسات روسا زندگی میکردم. جنوب کانتینر سه وقتی که می رفتم، شما باور کنید به دفعات به ما تکرار کرده، همیشه این تک کلام می گفت شمجان وقتی که پیش ما می آیی از سر مومن پایت این طرف نمانی. منظورش این که چه فکر می کنید که مومن هست یا نیست، بدون اجازه مومن نبیایی. باز با یعنی راستی بگم دروغ می گفتم، می گفتم سه با اجازه گرفته می آیم. یعنی روزی از روزا شد رجعه اونجا نفر مثل که در کابل بودم، هر کسی که پیش کارمند می رفت نام نویسی می شد مخفی از یک نقطه که برش قابل دید بود، نفر معذب بود که اونجا نفرها را نامش نوشته می کرد. دیگه در ایرتان هم اومد تو سیب، هر کسی که می رفت اونجا نام نویسی بود. باز از همه کرده این چیز تقیب میکسه اونجا و سید کامل نام داشته، رئیس امنیت دوستا بود، خطرناک بوده. او فقط شما باور میکنین که او از سر پل بود، نفر دوم حفیظ الله امین بود. یک روز مرا استاده کرد بر دیوار، یک جویچه بود، استاده کرد بوریگاردش سلا را دک قید داد و پایت جمع میکنی یا تیربارانت کنی. به شرافت به این زبان که میگه، ما گفتم حالا پایم جمع نمیشه، ما گفتم رفاقت ما ایلا نمیتونم. او سلام دوستم علیک نمیگرفت، در واقع انسان چیز بوسه بغرور و خطرناک. ما هر روز میرفتم بلان آقا، روزی از روزا بعد از چندین ماه که یه چیز آمد، ما یک روز برزگیر سه ما ویره که پمیزن میبیم سه، ما یک روز از پشت سیم چی میگه کود برد از قصابی یک کلو گوشت گرفتم. پنجشنبه جمعه میامدم کود برد، خانه همجا بود، باز دیگه بسته در چیز میبودم فرقه. باز دیگر پیش کارمال میرفتم. شما باور میکنین سید که بر علاوه که همی چیز نبود در اونجا دستور داده بود، خراپور برش وقت داده بودن، ما و بازگر سید یک تاکمی جا داده بود، یک او مرقد کرد. بالاخره سید روز شد با خود ما برحال یک ما معاون سیاسی فرقه دیگه با سید عمر مخابره و دیگر سید برق در اونجا سرم قطع بکرد که تا وقتی ما خودم چیز با گفتم لا ندادیم سر واقعتش. من یک دو کیلو گوشت گرفتن رفتم سر که می پیش کدم یک کسی همونجا یک اون دفعه خدمت میکنم اونجا یک اون دفعه نیم خب معمولا خانم سرور عامل همونجا بسار خدمت کرد واقعتش خود سرور عامل پیش کدم که بگیرد یک دم از کانتینر میبر آمد همی سحنه را دید شریفانه سید یک رقم سرمه یک نعره زد، همی تو چیخ زد، گفت شمز جان گفت تو گفت یک ماجر آدم، گفت از کجا میکنی برای ما میاری. او شریفانه برد بود که رکزه سید با خدا با وجدان همه این رفت کارما گفت گفت شمز جان گفت تو از یک ماجر آدم گفت تو از کجا میکنی که برای ما میاری. گفت من زندگی شما را گفت نمیفهم با وجدان که پایم در لرزه افتید میفهمید که یک قصد ترسیدیم بساطه سیاه دود گشت آجل پس رفت در کانتینر داخل شد و مام داخل شد پشت سرش آجل من را در پالی خود خواست بغلم کرد روی ما بوسید باز بسار به نرمش گفت نیست که زیاد کرده باشی گفتی کار ده. من گفت ما چی میگیم بزر بچه های سنفی هوا بر سر دیگه نمی کنم حقیقت نشده. اینا شما فکر کنید سید که یک فیشتر شما میگید یک بر خدا براسته که در داخل اونجا یک میزه که داشت یک
کوچی بسیاری بسیار یک کوک نبوده یا مقصد چوکی واره یک دو جلد کتاب همیش در مستر میز می بوده. محمود بریالای نبودم راشون. آه نیست محمود بریالای در کابل بوده. محمود بریالای در چیز پاری سفارت اندونزیا متصل به سفارت اندونزیا روبریش چیز بود سفارت آلمان بود پاری سفارت آلمان سفارت ژاپن بود ما در همسایگی ما شو چیز می آمد اسحاق گیلانی زندگی می کرد ما و چیز اساس کماندان سب گارد و تودهی مازلا هر شو بلا ناقه همونجا بودم امره بریالای روی شاد باشد بسیار شخصیت عالی بود رگسه آن قدر انسان با فهم آن قدر انسان همونتو تودهی ایک مثال نداشت خلاصه یعنی شما تا با آدم امو وفاداری تا نبر از او آدم سخت بیشتر شده کمتر نیسته وفاداری ما سب همونتو پا برجاسته وقتی شما از غیرتان برآمدیم آیا فکر نکردین که با این محبتی که به او یک شخصیت رهبری تان داشتین او را ترک میکنین و میرین از وطن فرار میکنین یک چیز برتان بگم چیز از رگیسی تو کنسول رقم میشناختیم سب مثل یک برای اینکه کنسول ازبکستان 3 سال در کوچی باقشه امرای ما بود رگیسی بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون دیشتین غک